چی باعث شد که بالاخره احمد ظاهر از بین رفت و آیا کدام حادثه بود و قتل رسید و یا اگر در این مورد جزئیات بیشتر از شما بشنیم خوب والا سوال موضوعات خیلی بوده بله. و ما هم از جاهای مختلف موضوعات گوناگون را شنیدیم. این گپایی که مردم میزدن گپایی است که واهی است، گپای چرندیات میگن مردم، قسم قسم گپا میزنن، او قسم نیست. شکل سیاسی داشت مرگش. این کسایی که حادثه ترافیکی میگن اونا ذهن مردم را دیگه طرف میبرن. بله. اونا همون گروپ هستن که را کشتن، یعنی طرفدار کشتنش بودن. اونو گروپ ها میگن حادثه ترافیکی است. اینه به صراحت میگم، یعنی حزب دموکراتی که خلق افغانستان حادثه ترافیکی اعلان میکنه. بله. اگر اصل موضوع اصل موضوع که اونا از کجا میخواستن کجا برن و چگونه، اصل موضوع تو بود که محبوب الله پاچاق، مشهور به پاچاق خسربری برادرش که دوست شخصی خود ما از خود احمد ظاهرم بود، دو تا دختر گرفته، یکی شیلا یکی شکیلا، شهناز از دو دختر میاره در پشت خانه ساعت 10 بجه صبح ایجا میاره، آمن ظاهر صدا میکنه و آمن ظاهر در موتر میشانه و ساعت 10 بجه از دان خانه که در پیش چارایی قوای مرکز خانه احمد ظاهر بود ایره از اونجا میبرند. ایره که میبرند میرن سر قرغه و بعد از او از قرغه تا یک میرن چاریکار، در چاریکار کباب و بدو بلا میگیرن، یک شیر یخ هم میخورن. باز احمد ظاهر اصرار میکنن که بریم طرف سالنگ. اینا پیش از پیش از طرف پلیس معذف شده بودند، هم دو تا دختر هم همین رفیق مشترک ما که ما با بلای پاچاست که احمد ظاهر از شار یک دفعه بیرون بکشید ما حسابش هم میرسیم. اینه به نیرنگ و فریب بردن طرف سالنگ، اونجا که بردن یک موتر تقیبش میکرد در پشتش بوده، در اون کجیا و گولایی های پرخم و پیچ سالنگ که داخل شدن در جای بسیار مناسب دمیری موترش گرفتن، باز با تفنگچه به پیشانیش دنیمی ابروی بالاش زده بودن، پشت سرش جدا کرده بودن. اما مویای مقبولش من دست کردم از تابوت که به کلی از بین رفته، بنداج مانده بودن امروی پخته و ایگه پا که مو فرم کلش درست معلوم شده، پیشانیش تو بسته بود، در تابوت مانده بودنش. دیگه به می شکلی را کشتن و انگیزه کشتنش هم فقط و فقط دختر حفیظ الله امین بود. نه. نامش غطای بود. این شوهر داشت و آمد ظاهر دوست داشت. آمد ظاهر دوست داشت. من بیخی بی پرده صحبت می کنم که مردم بفهمند. بله. آمد ظاهر دوست داشت و هر زمانی که می شد آمد ظاهر موتر جیپ، یک جیپ روسی بود، روان میکرد دان خانه شان امروی دو تا بادیگارد با کلاشینکوف و مزایه را میگرفتن در موتر میشاندن در قصد شما را 14 میخواستشه می اوجه زنا و دخترها و یا شیشتگی، یک قبل نواز شیشتگی بود، ارمونی یک جایش خالی بود برای مزایه در یک کل سیاسرا بود، کل زنها بود، ساز و سلوت شروع میشد و او دختر از زن هزمه بود، بسیار دوستش داشت، عاشق خانه، عاشقش بود خلاصه. بالاخره این گپ سر و صدایش بالا شد و زیاد شد، حفیظ الله امین خبر شد، دستور داد که بکشیدش. توسط تلون قماندان امنیه همین سنه سازی شد در وزارت داخله. همین دو تا دختره امرای می رفیق ما محبوب الله خواسته بود، برش ازشان خواهش کرده بود که این بچه را بیرون بکشه نشان بازه نمی بود که پروگرام جور کردن یادم بله. آقای سبات، از این موضوعات شما چگونه آگاهی پیدا کردین که همچون یک پلان گذاشته شده بود به خاطر احمد ظاهر و احمد ظاهر بالاخره اوجا بردن و به قتل رساندن؟ این یکی از افرادی که در وزارت داخله بود در اوجا کار میکرد برای خانمش آمده بود گفته بود که در ویدیوش در آرشیف تلویزیون ملی موجود است، ما اید از زبان از اون میگم، فقط اون نفر آمده بود گفته بود که امی بانت موتر خود واس کرده بود پیشوی خانهشان، یک گلنه را گرفته بود که من پشت او یعنی موتر او کار داره، با بانی او آمده بود دویده دویده در خانه احمد ظاهر، برای خانمش گفته بود احمد ظاهر جان است
گفته بود که نیمه سمیاله گفته که اینو تو یک واقعه است، ما او کار نداره، ما آمدیم بگویم که آمزوهای را میکشن دسیسه جور شده. من دو تا دختر دیدم بیخی قوارایشون یادم است، اما از رفیقای صمیمیش یکیش است ما تنها پایایش دیدیم، رویش ندیدیم که در بغل کلکین واقع شده بود. یکی از رفیقای صمیمیش وقتی که آمزایر خانه آمده بود در این جریان قصه کرده بود، آمزایر سر مام شک پیدا کرده بود، سر رفیقای نزدیک خود میپولید که کیست، بالاخره پیدا هم کرده بود که همی بچه از قاتل آمده بود. زن خود گفته بود فقیه را که ما بی پدر را گفته بود یافتم مابو بلاس، ای قصر مابو بلا جور کرده، ای گپ را میفهمیدم ولیکن بازم امرشن رفت بی پروایی های خاصی که پیشتر عرض کردم داشت، ماجر و جوری های خاص امرشن رفت. بله خب مدت زیادی شما اولایشان بودین، بدون شک خاطرات زیادی ما سن 11 سالگی هم کوچه و هم بازی بودیم. بله. در یک کوچه بودیم تا وقتی که در قبر مانده میشه و خاطرات ما در پارک شهرنو است. 11 ساله 12 ساله بودیم، این بچه که خرد بود دیگه بود احمد ظاهر نشده بود، یک بچه عادی بود، کردی نمی گرفت، در گردن منداخت، میخواست زلان شوه، اکتای زلان ده میکرد، بعد ای شوله یزین عشق آتشی نمیخوان و یک خاندن دیگه چادر گلنار به سر میکنی باز مرا خون جگر میکنی، یا هم خاندن زلان زیب است. همی خاندنها رو میکرد و میخواست الگوی زندگیش زلان ده بزرگ بود، میخواست که زلان شد ولیکن جای زلان ده گرفتن همه نتانست خودش احمد ظاهر کنه. اگر در مورد تحصیلاتش صحبت بکنین، احمد ظاهر از تحصیلات عالی فکر کنم برخوردار بودن و تحصیلات عالی داشتن، اما تو راست؟ بله احمد ظاهر تا سنف چهار در مکتب مسعود صد خوانده بود، بعد از مسعود صد سنف دوازده از لیسه حبیبیه فارغ شده بود که همون به نام بلبل حبیبیه یاد میشه که در کنسرت هایش اشتراک میکرد، بعد از او فاکولته تعلیم و تربیه را خوانده بود. بله. بعد از او باز فاکولته تعلیم و تربیه را دوباره در هند خواند، از انگلیسی بسیار زیاد یاد داشت، در لسان انگلیسی بسیار از استعداد زیاد داشت. بله. بسیار درست را بیزد چون در خارج هم زندگی کرده بود، بیشتر با بیش سفیر بود و دیگه بود و دیگه بود و دیگه. یکی از خاطراتی که برات بگویم، یک روز در پیش شفاخانه قوای مرکز بودیم، دو به دو در موتر ششته بودیم، در این بانت موتر هم انتظر مرا گفت بشه، گفت که در افغانستان سه دانه ظاهر است، گفت من میخواهیم اولش شوم، یکی دکتر ظاهر است بابه من، یکی ظاهر شاه پادشاه، یکی احمد ظاهر است، من میخواهیم اولش باشم. بله. و واقعا در مرگ خود نشان داد که اولش بود. بله. از آثارش اگر بگوین که آثار زیادی از خود به جا مانده، شما کدام یکی از آهنگایش بسیار زیاد دوست دارین؟ ما برای شما بگویم در حدود 430 آهنگ جور کرده خوانده و به سه پرودکشن یا ثبت کرده، 14 کست به اوان موزیک کشیده، 5 کست موزیک سنتر و 3 کست باریانا موزیک. در آرشیف رادیو که داره 98 خواندنش ثبت است. بله. ثبت رادیویش دیگه. ما خواندنش که دوست دارم، امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چه قصه فراموش میکنی، اینه به خاطر دوست دارم که در استادیو بود پیش چشم خودم یک آهنگ جور کرده بود، میخواست ثبت کنم. بله. وقتی که در حالت ثبت کردن بود که در شانهش ملازم رادیو زد که بیا که بیرون کارت دارن، وقتی که بیرون رفت 15-20 دقیقه تیر شد، 15-20 دقیقه بعد که آمد چشمایش پر اشک بود، که آمد کاغذ تلولق کرده در دست در روی مزد، گو بگی کاغذ من که خواندم که خانمش طلاق خدا خواسته، خانم اول طلاق خدا خواسته. یک دفعه بر ننگیالای ترمپت یا گفت که او آهنگ بند بند بگی آهنگ دیگره که من میخوانم، فقط یک بار پرکتس کرد، از چشمایش عشق میامد، کل استودیو سعی میکرد امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا امشب دل من قصه دارد، باور کن به گریان خواهد، به این خاطر یک خاطره بود برای. بله استاد، اگر در این مورد صحبت بکنی.